تو 2003 مردم دیگه دروغ جادوگرا رو باور نمی‌کردن. هیچکس باورش نمی‌شد کسی بتونه از دیوار رد بشه و یه آدم زنده رو به جنین تقسیم کنه. اما وقتی کریمی تو آزادی بالاک رو به چمن ورزشگاه چسبوند، همه باور کردن جادوگر واقعی هم هست. اون لحظه همه تماشاگرای ورزشگاه تماشا کردن که چطور میشه کاپیتان آلمان رو جلوی چشم 100 هزار نفر غیب کرد. تو جادوی کریمی هیچ حقی وجود نداشت و حتی خودش هم نمی‌دونست چند دقیقه بعد قراره کدوم بازیکن حریف رو جادو کنه. تور جادوگر از تهران شروع شد و به روم رفت. توی مونیخ بازیکن‌های بوندسلیگا رو جادو کرد و تو دبی مردم رو انگوش به دهن گذاشت. خیلی‌ها سعی کردن چوب جادوش رو بشکنن یا جادوگر رو خونه‌نشین کنن، اما هر بار با یه معجزه بزرگتر روبرو می‌شد. معجزه‌ای که تماشاگرای حریف هم به جای توهین تشویقش می‌کردن. به جای لقب‌های سلطنتی بهش داش علی می‌گفتن و می‌دونستن مردم بزرگترین خط قرمزشن. سال‌هاست تو ایران وقتی اسم یه جادوگر میاد همه یاده یه جادوگر واقعی با شماره 8 میاد.